سلام و درود بر شما. من دکتر سارا ناصرزاده، پژوهشگر و رواندرمانگر جنسی هستم. در این برنامه میخوام به پرسش‌های شما در مورد تماشای فیلم‌های پورن و تأثیر اون بر روی روابط زوج‌ها و مغز فرد صحبت بکنم. فیلم‌های پورن معمولاً بیشتر توسط آقایون و برای مخاطب آقا تولید میشه، ولی یک سری منابع دیگه هستن که منابع اروتیک تحریک کننده هستن که معمولاً بعضاً باز توسط آقایون برای مخاطب خانوم تهیه میشن، اکثراً که به مقاصد تجاری تهیه میشن، اکثراً که تقریباً همشون، و هیچ کدوم قصد آموزش دادن ندارن. توسط کسایی هم آماده نمیشن و تهیه نمیشن که کارشون آموزش بهداشت و سلامت جنسیه. به دو دلیل معمولا افراد از این منابع استفاده میکنن. یکیش اینه که افراد از این منابع استفاده میکنن به دلیل اینکه میخوان آموزش جنسی ببینن برای خودشون. یکی دیگه قضیه، دلیل دیگه که به اینا مراجعه میکنن، دلیل بیشترش اینه که میخوان که برای برانگیختگی از این فیلم ها استفاده بکنن و برای خودارضاییشون. گروه اول که برای آموزش دادن خودشون از این فیلم‌ها استفاده میکنن، 100% دچار مشکل میشن در یک جایی از رابطهشون. دلیلش هم اینه که یادتون باشه این فیلم‌ها بر اساس تخیلات ساخته شده. یعنی چی؟ یعنی حتی اندام‌های تناسلی، اون روابطی که تو این فیلم‌ها نشون داده میشن، اینا همش بر طبق تخیلات فرده، نه اینی که حالا تو زندگی واقعی هیچ کس اتفاق نمیفته، ولی اکثرا اینطور نیست. یعنی که زوج‌ها به ما مراجعه میکنن، خیلی عصبی هستن از اینی که چندین ماهه یا بعضن چندین ساله که با هم رابطه جنسی برقرار نکردن، و بعد خانوم تازه متوجه شدن که آقا در تمام این مدت خودارضایی میکردن، از پورن استفاده میکردن، و خب این واقعا خیلی به دل سردیشون منجر میشه و به دل شکستگی اون شریک جنسی که دارن. بنابراین این مشکلات هم هست که پورن برای رابطه جنسی زوج‌ها میتونه ایجاد بکنه. مدلی که این پورن ها طراحی میشن، این مطالب طراحی میشن به این صورته که از خانوم این تصویر رو نشون میدن که بیشتر و بیشتر، حالا اکثرا جوون هستن، هم صورتشون، هم بدنشون، هم اندام های تناسلیشون، مثلا همه چی باید صورتی باشه، همه چی باید بدون مو باشه، همه چی یه جورایی به پیش از سن بلوغ نزدیک تر باشه، و این تصویر غلط رو هم برای خانم ها هم برای آقایون ایجاد کرده که با ما تماس میگیرن میگن چرا من این شکلی حالت تناسلیم، یا حالت تناسلی خانمم چرا این شکلیه. بیشتر خانم ها با ما تماس میگیرن میگن من چرا اون شکلی نیستم، در صورتی که دو تا فاکتور در نظر نمیگیرن، دو تا عامل رو در نظر نمیگیرن. یکی اینه که اکثر این پورن ها نگاه کنین ببینین که با چه نژادی اون طرف هست. مثلا اگر که یک خانمی هستش که بلوند سفید پوسته و از یک نژاد دیگه است، خب بدنش مثلا با شما متفاوته. یک مسئله دیگه هم که در نظر بگیرین اینه که مقدار عمل های جراحی و کارهایی که انجام میشه که اون ناحیه تناسلی رو به صورتی در بیاره که برای مخاطب مرد، میانگینه مخاطب مرد، یه مقداری بیشتر جالب تر بکنه، براشون تهییج جنسی بیشتری رو فراهم بکنه. یک قضیه دیگه هم که توسط این فیلم ها تشویق میشه در روابط زوج ها اینه که خانم ها فقط از دخول لذت میبرن، فقط از روابط خشن لذت میبرن، و اینه که هیچ مکالمه ای اتفاق نمیفته که وقتی که مثلا یا آقا خانم کنار هم قرار میگیرن، آیا این کاری که آقا داره میکنه به خانم لذت میده، اصلا براش جالب هست. یه پیغام غلط دیگه که فرستاده میشه اینه که آقایون تحت هر شرایطی توی هر جایی که باشن آمادگی کامل رابطه جنسی دارن، در صورتی که تو زندگی واقعی اصلا این امکان نداره. طرف ممکنه خسته باشه، طرف ممکنه عصبانی باشه از طرف دست شریک جنسی، چهزار صد جور فاکتور دیگه. یکی دیگه، زوجا میان به ما میگن که در فیلم‌های پورن نشون داده میشه که وقتی که رابطه زوجا برقرار میشه، رابطه جنسیشون چطوره که ما همیشه برای سالها فقط یک پوزیشن یا یک حالت جنسی رو تجربه کردیم، ولی وقتی که تو این فیلم‌ها رو شما نگاه می‌کنین از یک پوزیشن به پوزیشن دیگه میرم، آقام نوزش هیچ مشکلی پیدا نمیکنه، خانمم داره لذت میبره، هیچ خشکی هم براش اتفاق نمیفته، و پس این مشکل ما، چون همه میتونن این کار بکنن. یا بعد آقایون میان به ما میگن که چرا، مخصوصا جوانترها سوال میکنن که چرا پس مایه منی من انقدر کمه. اینا تمام تصاویر غیر واقعیه که اگه اینا تنها منابعی باشه که در دست افراده، اینا مدام به خودشون شک میکنن و اعتماد به نفس جنسیشون به حدی میاد پایین که اصلا حاضر نیستن که توی رابطه جنسیشون یه رابطه معمولی و عادی رو برقرار بکنن.
مثلا آقای محترمی از اهواز برای من نوشته بودن که خانم من به شدت سرد مزاج هستن، چرا که من تمام این فیلم ها رو نگاه کردم، همه اینها رو روی خانمم انجام دادم و مخصوصا کاری که دوست دارم انجام بدم اینه که مشتمو من داخل واژن بکنم و من اینو خیلی دیدم. خانم هایی که تو این فیلم ها بودن خیلی هم لذت بردن. خانم من هیچ هم خوشش نمیاد از این کار و اصلا کم کم رفته رفته دوست نداره که با من رابطه جنسی داشته باشه. ببینید، باز برمیگردیم به این قضیه که تفاوت بین تخیل که تو این فیلم ها نشون داده میشه و واقعیتی که شریک جنسیتون از اون لذت میبره. شما توی رابطه واقعی با یه آدم واقعی هستین. این خانم همسر شماست، احتمالاً مادر فرزندای شماست. و در مورد همین قضیه فیستینگ یا همین استفاده از مشت هم براتون بگم که یه چند تا مورد دیگه هم رسیده بود برای من. فکر میکنم ممکنه شایع‌تر از اون چیزی باشه که فکر میکنیم، اینه که وارد کردن اجسام به داخل واژن، حالا اعضای بدن یا چیزای دیگه، فقط در 6% هنرپیشه‌های پورن اتفاق میفته و اونام اکثرا کسایی هستن که خیلی جوونن، تازه کارن، قدرت نگفتن ندارن. بنابراین اونان که بیشتر اجازه میدن یه همچین فیلم‌هایی حتی ازشون گرفته بشه. یعنی حتی با وجودی که پول میگیرن، مردم راضی نیستن این کارا رو انجام بدن. برای نمیشه توقع داشت از همسرتون که راضی باشه هر کاری رو انجام بده. این رو هم بگم که ما تا به اینجا روی اثرات منفی تماشای پورن تمرکز کردیم، ولی بسته به فرهنگ، بسته به نوعی که نوع این منابعی که استفاده میشه، مطالبی که درونش هست و رابطه زوج به صورت کلی، اینا متفاوته، اون برداشتی که زوج ازش میکنن و استفاده ایم که میکنن. یک مطالعه در سال 2011، مطالعه خیلی خوبی بود، 3 گروه زوج رو در نظر گرفتن، شماره بالایی هم بود، یعنی میشه بهش به قول معروف اطمینان کرد، البته توی فرهنگ نروژ. این که گفته بودن که اون زوجهایی که با هم نگاه میکردن این مطالبو، مطالبی که جفتشون هم دوست داشتن، یعنی نه اینه که یکی بیاد بگه به زور بشین اینو نگاه کن چون من دوست دارم، یا اینی که طرف نتونه به شریک جنسیش بگه که این برای من اصلا توهین‌آمیزه، تحقیرآمیزه، نمیخوام نگاه کنم، چه مرد چه زن، اینا با هم تفاهم کردن، یک مطالب رو انتخاب کردن، با هم نگاه میکردن، تعداد دفعاتی که رابطه جنسی داشتن بیشتر بود توی اون گروه سوم، و اینی که خیلی بازتر راجع به قضایای جنسی با هم صحبت میکردن، اینی که چی دوست دارن چی دوست ندارن، بعد میتونستن با هم دیگه صحبت کنن، مثلا این چیزی که دیدی بیا امتحان بکنیم، یا این چیزی که دیدی من هرگز دوست ندارم امتحان بکنم. از اون استفاده میکردن که یه بحث رو بین خودشون جا بندازن و اون آموزش به قول معروف رابطه جنسی بین خودشونو بالا ببرن. ولی چون جفتشون با هم نگاه میکردن، تاثیر اتفاقا مثبتی هم داشته. اینم پس ذهنتون داشته باشین که ممکنه برای رابطه شما این اصلا بتونه کار بکنه. امیدوارم به برخی از پرسشاتون در این مورد جواب داده باشم. تندرست و شاد باشید.